بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. عرض سلام و ادب دارم خدمت دوستداران و علاقمندان برنامه هفتگی امت. خرسند و خوشحال هستم که بار دیگر با پیشکش نمودن برنامه دیگری از سلسله برنامه های امت در خدمت همیانان عزیز خود قرار داریم. موضوع بحث این برنامه امت اختصاص یافته است پرامون شهرک سازی های رژیم صهیونیست در سرزمین های اشغالی و همچنان مباحث مرتبط به سرزمین های اشغالی که چگونه اشغال شد و چگونه رژیم صهیونیست و یا رژیم اسرائیل توانستند که در مدت زمان اشغال قدس شریف و اطرافیان توانستند که منازل مسکونی بسازند و همچنان مبحث دیگری که برمیگرده است که مواضع و دیدگاه های سازمان ملل متحد و کشورهای پیرامونی یعنی جهان عرب در قبال تصامیم رژیم صهیونیستی مبنی بر ساخت و ساز منازل مسکونی در اراضی اشغالی و همچنان مباحث مرتبط به جریان مقاومت هم نیز مورد بحث قرار گرفت خواهد گرفت. مهمان عزیز و کارشناسی داریم در اینجا، جناب سید عبدالمقدم امین، آگاه روابط بین الملل. انشاءالله در طول برنامه در خدمت جناب آقا صاحب هستیم. اما قبل از اینکه به اصل مبحث بپردازیم، گزارش کوتاهی پیرامون همین مسئله آماده نشر است که با هم میبینیم. دوباره خدمت شما برمیگردیم. شورای امنیت سازمان ملل چندی پیش پیشنویس قطعنامه پیشنهادی چهار کشور مالزی، ونزوئلا، نیوزلند و سنگال در محکوم کردن شهرکسازی رژیم صهیونیستی و درخواست برای توقف سریع آن را تصویب کرد و 14 کشور به این قطعنامه رأی مثبت دادند. تنها آمریکا رأی ممتنع داد. قطعنامه مذکور همچنین اعلام می‌کند که تمامی فعالیت‌های شهرکسازی اسرائیلی در اراضی فلسطین اشغالی از جمله قدس شرقی به موجب حقوق بین الملل اقدامی غیر قانونی است و مانعی اساسی بر سر راه تحقق صلح بر اساس راهکار تشکیل دو کشور مستقل است و شورای امنیت نسبت به ادامه شهرکسازی در اراضی اشغالی فلسطین که راهکار تشکیل دو کشور بر اساس مرزهای سال 1967 را به خطر می اندازد شدیداً ابراز نگرانی می کند. قطعنامه جدید شورای امنیت تمامی اقدامات و تحرکات دیگر اسرائیل برای تغییر بافت جمعیتی و وضعیت حاکم بر سرزمین‌های اشغالی 1967 از جمله قدس شرقی از طریق شهرکسازی، انتقال شهرک نشینان اسرائیلی، مصادره و الحاق اراضی فلسطینی تحت عنوان واقعیتی ایجاد شده، تخریب منازل و کوچ دادن اجباری و تحت زور شهروندان فلسطینی که نقض صریح حقوق بین الملل بشر دوستانه و قطعنامه های مربوطه است را به شدت محکوم می کند. این قطعنامه همچنین بر ضرورت پایبندی به نقشه راه کمیته چهار جانبه بین المللی که طی قطعنامه 1515 در سال 2003 به تصویب رسید، مبنی بر توقف تمامی فعالیت های شهرکسازی اسرائیل و تخلیه تمامی شهرک های احداث شده از مارچ سال 2001 تاکید دارد و هر گونه اعمال خشونت علیه غیر نظامیان از جمله اعمال تروریستی، اقدامات تحریک‌آمیز و تخریب را محکوم می‌کند. قطعنامه مذکور بار دیگر بر نگرش شورای امنیت مبنی بر تشکیل دو دولت دموکراتیک فلسطین و اسرائیل در منطقه که با صلح و آرامش در کنار یکدیگر در مرزهای امن و شناسایی شده زندگی کنند تأکید می‌کند. پدیده شهرکسازی و آبادی سازی یکی از حلقه های اصلی طرح صهیونیسم در یهودی سازی این سرزمین و تغییر وضعیت آن بوده است و حجم شهرک های اسرائیلی و شمار آن در سرزمین عربی به ویژه سرزمین هایی که در سال 1967 اشغال شدند دلیل آشکاری بر این مدعا است. بر همین اساس رژیم صهیونیستی به واسطه ویژگی اصلیش
که شهرک سازی است و فقط از راه غصب و اشغال امکان پذیر است شکل گرفت. قطعنامه ها و قوانین بین المللی و دیگر قطعنامه های تقبیح کننده و محکوم کننده سیاست اسرائیل در تبعید فلسطینیان از سرزمینشان تا کنون نیز ادامه دارد. اسرائیل را از ادامه اعمال تجاوزگرانش در مورد این شهروندان باز نداشته و هنوز هم این رژیم کلیه قوانین و مقررات بین المللی را به دیوار می زند و بدترین جنایات را مرتکب می شود و اکنون هم به همین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل واکنش نشان داده و گفته است که به این قطعنامه بی‌اعتنا است. با عرض سلام مجدد خدمت بینندگان عزیز، جناب آقاصب خوش آمدین به استودیو برنامه آمدن. سلامت باشین. بسیار زیاد تشکر آقاصب. اصل مبحث ما نیست که رژیم صهیونیستی از مدت هاست که در اراضی اشغالی و یا سرزمین های اشغالی توانستن که منازل مسکونی برای خود اعمار بکنن و عمدتاً هم دیده میشه که هرگاه اینا که هر سال عمدتاً دیده میشه که دست به اقدامات برای ساخت و ساز منازل مسکونی و ساخت شهرک ها در اراضی اشغالی میگیرن، موازی و دیدگاه های هم در درون سازمان ملل متحد گاهی هم به نفع اسرائیل ابراز میشه و گاهی هم مانع میشن که شهرک ها باید ساخته نشه و ساخت شهرک ها را غیر قانونی قلمداد میکنن. اگر قبل از اینکه به اصل مبحث بپردازیم، به نظرتان یک مقدمه کوتاه و یک پیشینه تاریخی را اگر مورد بحث قرار بدیم که بازم برسیم به اصل مبحث ما. تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام ادب خدمت شما و خدمت بینندگان تلویزیون جهانی نور. سلامت باشید. درود می فرستم بر پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و پیروانش که توانستند با جان فشانی و مبارزه پیگیر جهان اسلام را زنده نگه داشتند. اولا جنگ واقعا یک پدیده اجتماعی است که از آغاز آفرینش وجود داشت و الان هم به شیوه های مختلف وجود داره و فردا هم در نهایت تا ختم جهان این پدیده دامنگیر جهان بشریت بوده و هست. حوادث هم یک سنت الهی است. گاهی این حادثه ها در بخش هایی از تاریخ تمدن ساز بوده و گاهی هم این حوادث ها به نوعی تمدن ها را از بین بردند. جهان اسلام از آغاز آفرینش پیامی بسیار مثبت و روشنی برای جهان بشریت داشت و در یک مرحله بسیار خوب پیش رفت و طوری بود که تقریبا جهان شمول شده بود، ولی خب سنت الهی است. گاهی جنگ ها متوقف میشه و گاهی هم برعکس به ضرری کسایی که می جنگن یا حداقل مبارزه میکنن تمام میشه، ولی اون اندیشه ها پایدار است و او پیام هایی که واقعا بر مبنای قانون و بر مبنای شریعت استوار است اونها به نوعی باورجاست. درست. اولا جهان بشریت در جنگ جهانی اول و دوم، خب گاهی منافع شخص باعث میشه و گاهی منافع یک کشور باعث میشه. طبیعت بشریت بغاوت کننده است. جنگ جهانی اول و دوم که بسیار خسارات انگفتی برای جهان بشریت داشت و در نهایت صدها و میلیونها انسان در اینجا تلف شد و کشورهای متعدد نظام و سیستم های اقتصادشان کاملا از بین رفت، ولی اینجا منافع چند کشوری به خصوصی بود. گاهی این جنگ ها به این شکل سپرد میشه. درست. جنگ هایی که در شرق میانه و خصوصا در فلسطین و وضعیتی که امروز میان اسرائیل و فلسطین و در مجموع یک محوریت جهان اسلام شکل گرفته است، این هم وابسته به یک سلسله اهدافی است که از قبل طراحی شده بود و او اهداف هم تا به الان به شیوه های مختلف روان است در جوامع انسانی. بله. مسلمانان تا زمانی که اینا به یک هسته مرکزی وابسته بودن و تا زمانی که اینها متحد بودن و در سرزمین های بسیار وسیع را در اختیار داشتن و در نهایت اینها از منابع سرشار اقتصادی برخوردار بودن،
خصوصا زمانی که اسلام در اطراف دریای مدیترانه نهایتا تسلط داشتن، یک تهدید بسیار کلانی برای غربی ها بود. اولا بیت المقدس یا محیط فلسطین یک کشوری است بسیار با تاریخی کهن و یک کشوری است که یک نقطه وصلی و یک حلقه وصلی میان آسیا و اروپا است و در نهایت یک کشوری است که یعنی یک پول ارتباطی میان قاره اروپا و آسیا و به اصطلاح افریقا است و در نهایت مرکز جهان عرب است و این کشور هم الهام بخش سه ادیان بسیار بزرگ آسمانی است، دین یهودیت، مسیحیت و اسلام که از همین سرزمین نشأت کردند و هر سه ادیان وابسته به همین خاک و با همین سرزمین و با همین جا هستند. پیروان هر سه ادیان شهر بیت المقدس که مرکز فلسطین است، این به عنوان یک شهر مقدس، به عنوان یک شهر قابل احترام، به عنوان یک سرزمین دارای قدسیت میدانند و حق مسلمی میتونیم بگیم که جهان مسیحیت هم است و جهان یهودیت هم است و جهان نصرانیت هم است و جهان اسلام هم است و حتی پیامبر بزرگ اسلام هم میبینیم صلی الله علیه و آله و سلم از همین سرزمین با سفری معراج به آسمان ها تشریف بردن. بنابراین جایی داره که مسلمان هم تصامیمی به خصوص خدا در رابطه داشته باشد، ولی یک چیزی که ما نتونستیم، یعنی خصوصا کسانی که در رأس اسلام یا در محوریت تصمیم گیری در جهان اسلام داشتن و اینها اگر با یک درایتی، یک برنامه ریزی درست و معقول میتونستن که هم منافع یهودی ها را در نظر میگرفتن، هم منافع جهان مسیحیت در نظر میگرفتن، چون اهل کتاب نما ما سندهای بسیار خوبی از قرآن داریم که برای وحدت مسلمین و برای وحدت کسانی که اهل کتاب هستند میتونن اینها در یک مقطع زمانی در یک جغرافیای خاص و به خصوص بتونن منافع مشترک داشته باشن، که اینجا خود دشمنان اسلام به نوعی اینجا دسترازی کردن و گذاشتن که هم یهود به انحراف کشاندن، هم مسیحیت به انحراف کشاندن، هم جهان اسلام به نوعی دستخوش حوادث قرار داده. به هر حال در 2000-3000 سال قبل یهودی ها در این سرزمین زندگی میکردن، ولی وقتی که جهان مسیحیت تسلط پیدا کرد یهودی ها بسیار در کشورهای مختلفی اینها پراگنده شدن و اینها در دوره های مختلفی از تاریخ تلاش کردند که حداقل بتانند که اینا انسجام پیدا کنند، قطعا اینا موفق نشدند. درست. سرانجام یک شخصی به نام هرتسل که یک روزنامه نگار مجارستانی است و یهودی است و یک کتابی هم نوشت به نام دنیای یهودیت یا حکومت یهود، در این کتاب از تمام یهودی های جهان خواست که برای ایجاد یک حکومت، یک دولت یهودی و اسرائیلی باید اینا تلاش بکنن که حالا یه چی دولت در بیت المقدس باشه و یا چی در آرژانتین باشه و یا بعضی جاهای دیگری هم عنوان کردن. به هر حالت این تلاش های بسیار زیادی کرد و بعد از این تلاش ها این کشورهای مختلف رفت و یهودی ها را تحریک کرد و در آخرین تحلیل سرانجام به این نتیجه رسید که باید با سلطان عبدالحمید دیداری داشته باشه، چون این کتاب تاثیرات مثبتی خود برای افکار یهودیت داشت و دید که نه، این کتاب خیلی استقبال شد و این طرح واقعا مورد استقبال قرار گرفت و به نوعی رفت با یک طرحی که میخواست که زمین های اطراف فلسطین یا حداقل در این سرزمین زمین ها را به نوعی خریداری کنه یا به نوعی زمینه را مساعد کنه که یهودی ها به اینجا مهاجرت بکنن، ولی سلطان عبدالحمید به هیچ صورت اجازه را برای استیل یا این نماینده های یهود نداد و چون در این منطقه بریتانیا تسلط بسیار کامل داشتن و اینها با شیوه کاری با سران بریتانیا صحبت کردن و در آخرین تحلیل متقاعد ساختن بریتانیا را که به اینا اجازه بدن تا در سرزمین های فلسطین زمین خریداری بکنن، ولی در قدم اول صحرای سینا را برای از اینها تسلیم کرد بریتانیا، ولی اینها زمانی که به صحرای سینا رفتن در مصر و اونجا را یک جای ریگزار پیدا کردن و بالاخره او را رد کردن و نخواستن که وارد این سرزمین شوند. اینها وارد یک طرحی به خصوص دیگری شدن به این معنا که
اینها با چی شیوه بتونن فلسطین در اختیار داشته باشن. در همچو یک طرحی بودن که جنگ جهانی اول مشتعل میشه. جنگ جهانی اول ظاهرا به نفع یهودی ها بود و نهایتا یک خطر بزرگی برای بریتانیا بود جنگ جهانی اول، چون قطعا منافع بریتانیا زیر خطر بود و امریکایی ها قطعا چیز نداشتن، یعنی نمیخواستن که در این جنگ شریک بشن، در حالی که ماشین سیاسی ایالات متحده امریکا در دست یهودی ها بود. درست. این یک فرصت طلایی بود برای کسانی که مبارزه برای دولتی و برای انسجام افکار عمومی یهودیت کار میکرد، یک فرصت جنگ جهانی اول برای اینا درس داد که اینا با بریتانیا کنار بیاین و یک معامله ای را به یک نتیجه برسن و در این معامله این سرزمین ها، بخش از این سرزمین ها باید به یهودی ها داده شوه و یهودی ها تلاش بکنن که ایالات متحده امریکا در جنگ جهانی اول پاش کشانده شوه. که واقعا هم سرانجام میبینیم که ایالات متحده امریکا با حمایتی، با طرحی که یهودی ها داشتن، پای از اینا به جنگ جهانی اول کشانده شد و در جنگ جهانی اول بریتانیا نجات پیدا کرد از یک شکست فاحش و این باعث شد که یهودی ها جایگاه بسیار بخصوصی در این منطقه شرقی میانه به دست بیارن. و ایستا ایستا بعد میبینیم که در نهایتاً در جنگ جهانی دوم و بعد از اینکه سازمان ملل متحد تشکیل شد و بریتانیا در 1948 زمانی که منطقه فلسطین ترک کرد و یک سال بعد میبینیم که دولت اسرائیل خیلی به سادگی در اینجا تشکیل میشه و اکثریت کشورهایی را به رسمیت میشناسن. دوباره برمیگردیم مخاطب با صحبت های شما. بینندگان عزیز میون برنامه کوتاه میگیریم، دوباره خدمت شما برمیگردیم. عرض سلام مجدد خدمت بینندگان عزیز. جناب استاد صحبتی عزیز شد که خب امی سرزمین فلسطین از لحاظ تاریخی مورد منازعه و توجه بیشتری از ادیان و تمدن‌ها بوده که شما به گوشه تاریخ از او اشاره کردین، هم اسلام هم مسیحیت و هم یهودیت و تمدن‌های دیگری هم در همین سرزمین شکل گرفتن و شما هم همون گونه که اشاره کردین رژیم اسرائیل و یا دولت اسرائیل که به اصطلاح خودشان میخواست شکل بگیره در این سرزمین، اینها آمدن خرید فروش خرید همین اراضی را اینا قبلا یا تسلط به همین سرزمین در یک معامله با بریتانیای زمان اینا انجام دادن و سرزمین ها را از اونا گرفتن. آیا این معامله خرید زمین که حال ادعا دارن که زمین ها را خریدن و میخوان بر مبنای از او چیز بسازن، شهرک سازی ها و خانه ها بسازن، آیا این امی معامله خرید با دولت بریتانیای وقت صورت گرفته بود و یا ای که با کسانی که گویا نمایندگی از همون مردم بومی عرب در فلسطین میکردن با اینا معامله صورت گرفته بود؟ خب این زمینه برای خرید زمین ها مساعی شد. اولا یک سلسله بحثمون یک بخش دیگهش یک مقدار صحبت ها وضعیت روشن می سازه. خب ما یک جنگی داریم در 1967 میانی عرب و اسرائیل. محور اساسی موفقیت اسرائیل در منطقه اما تشکیلات جاسوسی و اطلاعاتش تشکیل میده که دستگاه جاسوسی بسیار موساد. فعال موساد، قبل از موساد با نامهای مختلف بود و بعد با موساد شکل داد. در نهایت اینها در زمانی که بریتانیا هم تسلط داشت در اینجا، آمریکایی ها به یک شیوه در یک گوشش تسلط داشتن، اینها بالای همه از اینها اشراف داشتن. تمام حرکت های از اینها را چه در جهان اسلام، چه در دستگاه مسیحیت، چه در داخلی به اصطلاح بریتانیا، اینها معلومات های کامل خود داشتن. حتی ای که زمانی که این جنگ صورت میگیره در 1967 کشورهای عرب کاملا با هم متحد میشه. اینجا بعد از اینکه امپراتوری اسلامی تقریبا سقوط میکنه و دیگر بعضی اسلام اینجا کمتر کمرنگتر است به عنوان جهان عرب در تاریخ ما شما بیشتر اینه جای حاکمیت یا خلافت اسلامی را قومیت میگیره. قومیت میگیره. قومیت قربانی که الان ما شما شبیهش در افغانستان هم میبینیم به همین شکل. در اینجا زمانی که جنگ مشتعل میشه نیروهای عوامل انسانی، این عوامل نفوذی دستگاه اطلاعاتی اسرائیل در تمام قطاعات عسکری و یا نهادهای تصمیم گیری
به اصطلاح جهان عرب را پیدا میکنند. یعنی یعنی اطلاعاتی دست اول اینها خیلی بسادگی، حتی که در مصر مثلا 400 فروان هواپیمای کشورهای اسلامی از اردن و عراق و به اصطلاح مصر اینا چیز شدن، آماده شدن که حمله کنن، حمله کنن بالای اسرائیل که کلا اسرائیل را از بین ببرن. یعنی در همین شب، در قبل از اینکه اینا سبا وارد حمله بشون، این اطلاعات اسرائیل به دست میره. 100 فروند هواپیمای جنگی که اسرائیل در اختیارش داشت شبانه یورش میبره و تمام به اصطلاح قوت های هوایی مصر و جهان اسلام و جهان عرب کاملا از بین میبره. اینا در ظرف 24 ساعت از بین میبره و بعدا در چند روزی بعدیش به کانال سوئیس دست پیدا میکنن، به کرانه باختری رونی اردن دست پیدا میکنن، به بلندی های جولان دست پیدا میکنن، به بیت المقدس شرقی را در اختیار میگیرن. اینا در همون 1967 اینمی موفقیت اینها به دست میارن و در اینجا نه جامعه جهانی اکسل عمل نشان میده و نه جهان اسلام. از همون وقت است که دست اسرائیل بالا میشه و نهایتا برای خرید و به اصطلاح غصب زمین های مسلمانان یا فلسطینی ها اینا مبادرت میورزن. در این نقطه اینها قدم اول موفق نشدن که بیان زمین های مردم را غصب کنند. اینها با کاتگوری های مختلف و شیوه های مختلف عمل کردند. در قدم اول زمینه فقری مردمی فلسطین مساعد کردند. این فقر اینها را دامنگه شد که تو هم زمین خود بروند با یک قیمت ناچیزی بفروشند تو از این طریق یک لقمانانی به دست بیارند. و زمینه های کسایی که تبعید بودند از کشور زمینه را مساعد کردند که زمین های از اونها گرفته شد و تحت تامین به اصطلاح دولت اسرائیل قرار بگیره. و بعد آیست آیست که اینا کاملا خود موفق دیدن و خیلی زمین ها را اینا چیز کردن، تصاحب کردن و غصب کردن و به شهرک نشینی ها و به شهرک و امار شهرک ها مبادرت ورزیدن که تا الان میبینیم که جلس ملل متحد و سازمان های جهانی حقوق بشر و خصوصا جهان اسلام و کشورهایی که پیرامونی این 4-5 کشوری که در حوزه مدیترانه است، اینها هم هیچ نوع عکس العمل مثبت و تاثیرگذاری که بتونه حد یقت با درد مردم فلسطین دوا بده باشه، قطعا ما این عمل از جهان اسلام و یا نهادهای بشری نمیبینیم. تا این مرحله میرسیم که خوب در این وقتا خوشبختانه یک گامی مثبتی که الان سازمان ملل متحد برداشته و اینم طرحی از 4 کشوری دیگری بوده به عنوان پیشنویس قطعنامه ای که باید توقف داده شو شرک های یهودی نشین در اراضی اشغالی که وینزویلا و مثلا مالیزی و سنگال و سویزلند، اینها یک پیشنویس، یک قطعنامه پیشنویسی رو میتن برای سازمان ملل متحد. خوشبختانه که 14 عضوی سازمان ملل متحد به رأی مثبت میدن و مهمتر از همه ای که امریکا که یکی از حامی درجه یکی اسرائیل، رژیم اسرائیل در منطقه بود و هست و هم ویتونه میکنه و در نهایت رأی ممتنی میده و یک ضربه بسیار مهلک و خطرناکی در همچه یک مقطع زمانی برای اسرائیل است. حالا اینکه نتیجه این قطعنامه تا کجاست و میبینیم که احزاب سیاسی اسلامی در چه جبهه مقاومت و چه جبهه جهاد و چه جبهه فتح و جبهه دموکراتیک و ده ها جبهات خرد ریزه مسلمان که در فلسطین مبارزه میکنن، اینها از قطعنامه با شیوه های مختلف استقبال کردن و ایره یک گام مثبتی در رابطه با حقوق حقی مردم فلسطین دانستن. ولی در نهایت نتانیاهو به صراحت اعلان کرد که مفاد این قطعنامه ما نمیتونیم به پای بند بوده باشیم و امریکا را متهم کرد که از این قطعنامه پشتیبانی کردن و اینا خوشبینی دارن که وقتی زمانی که ترامپ در رأس قدرت بیاید شاید به نفع کشور اسرائیل باشه و فعلا وضعیت به همین گونه است. جناب استاد، وضعیت خب به همین گونه شما گفتین که پیش میره. امریکا هم رأی ممتنی داد به این پیشنویس و همچنان اسرائیل هم نپذیرفته، رژیم اسرائیل هم نپذیرفته، ایره گفته که مثل که شما اشاره کردین که ادامه میتن به شرک سازی ها. خب میخواستم از این جایی را بپرسم که وقتی که
حالا در رژیم اسرائیل در یک تقابل قرار میگیره، عمدتا با امو دوست و حامی دیرینش نه امریکا هم است. از سرانجام این شهرکسازی ها به کجا کشانده میشه؟ یا به همین شکل غیر قانونی که از گذشته هم جریان داشت ادامه پیدا میکنه و یا که به یک بنبست میرسه رژیم اسرائیل؟ گرچه اگر سوال خلاص بسازیم که دولت اسرائیل چگونه به وجود آمد و پاسخی کوتاهی داده باشیم، که او به این معناست که امریکا و بریتانیا با نیرنگ های بخصوص خود و در نهایت غفلت جهانی اسلام و در آخرین تحلیل تلاش یهودی ها برای ایجاد دولت اسرائیل جایگاهی بخصوص خود دارند و این نهاد اصلی این دولت توسط بریتانیا و توسط امریکا ساخته شده است. ولی در سیاست ما یک مقوله داریم که دوست و دشمن های دائمی نیست. خب. گاهی منافع ایجاب میکند که انسان تغییراتی در روند فعالیت های سیاسیش باید داشته باشه. ظاهرا ما فکر نمی کنم که این قطعنامه بتانه مانی شهرک ساخت شهرک ها در فلسطین بشه، ولی یک ضربه بسیار مهلیکی در جهان برای دولت اسرائیل هست و این آیست آیسته میتونه که آیست آیسته در دراز مدت بتونه که جبهات دیگری را شکل بده و نهایتا در برابر اسرائیل کشورهای دیگری هم به نوی قرار بگیرن. و شما میبینین که مجلس عوامی ایالات متحده امریکا قطعنامه را شرم‌آور خواند و این را کاملا رد کرد و ترامپ هم اکسال عملی نشان نداد، به این معنی که او طرفدار قطعنامه نیست. من چند هفته یک دو هفته دیگه وقتی که ترامپ هم سری کار بیاید شاید نظراتی تغییر کنه، سیاست ایالات متحده امریکا باری دیگر بشه و دیگه. ولی با وجود این هم من متیقن هستم که وضعیتی را که ما در شرق میانه میبینیم به نفع ایالات متحده امریکا نیست. این خواست که از این طریق باری دیگر افکار جهان اسلام و بنوی با خودش داشته باشه، و در غیر این اگر نه اینجا رقیب دیرینش روسیه در پرش قرار داره و روسیه از این موقعیت استفاده کرده و باری دیگر نفوذ هم کرده دیگه، نفوذ کرده و مشکلات دیگه. جناب استاد، بازی های سیاسی است. درست است. امی چرا سران کشورهای عربی عالی بگیم که اینا چرا همیشه در برابر رژیم اسرائیل نا مهر سکوت بر لب نهادن و خاموشی گزیدن و هیچگاهی حتی در دوران کم که چند بار هم که رژیم اسرائیل به غزه حملات مرگبار انجام داد، اینا هم به یک گونه گفته میشه که حمایت کردن و گاهی هم سکوتی رضایت آمیز از خود نشان دادن. و این بار هم دیده میشه که اکثر کشورهای غیر اسلامی که مثل شما که پیشتر نام بردین که همین قطعنامه را اینا پیشنویس اینا به سازمان ملل سپردن و حتی کشورهای اروپایی و غربی قطعنامه را چیز کردن، اینا تایید کردن، اینا رأی ممتنی دادن به مبنی بر ساخت ساز شهرک ها. ولی کشورهای عربی در رأسی از این کشورهای منطقه اینا هیچ عکس عملی از خود نشان ندادن و هیچ چیزی در قبال مردم فلسطین احساس مسئولیت نمی کنن. چرا؟ دلیلش در کجاست به نظر شما؟ ببینید، در قرون وسطا کلیسا تسلط بسیار کامل بالای افکار جهانی داشت. ده قرن امپراتوری های به اصطلاح بریتانیا در برابر بریتانیا و غرب در مجموع در برابر کلیسا جنگیدن تا دین از حالت دینیش بیرون کنند. همین قسم در جهان یهودیت برنامه امریکایی ها بعد از جنگ سرد دو هدف داشت: یکی مبارزه در برابر کمونیسم و یکی مبارزه در برابر اسلام. خب شما میبینید که با شهامت مردم افغانستان کمونیسم شکست خورد و از بین رفت و در نهایت امریکایی ها به نفع امریکایی ها تمام شد و امروز امریکایی ها با شواهای مختلف جهان اسلام به عنوان یک خطر بزرگ در صدی راهش میدانه. او برنامه های جهان شمول داره و برنامه هایی داره که دنیا به طرف یک قطبی شدن بره. در اینجا افکار دینی به نفع ایالات متحده امریکا نیست، ولی با شواهای مختلفی میخواد که جهان اسلام هم قسمی که یهودیت از یهودیگری بیرون کرد و جهانی مسیحیت از مسیحیگری بیرون کرد، اینها را برده در
زاویه قرار در زاویه قرار داد و تلاش امریکایی هم این است که کشورهای اسلامی را اسلام این اصلی فرهنگ دینی را در انزوا قرار بده و بره به داخل مساجد و تکه خانه ها و به این شکل این دین از دولت و زندگی جدا بسازن بینن با امکاناتی را که امریکایی ها در اختیارشان دادن و کشورهای در رأسی کشورهای اسلامی اکثرا بازیگرایی هستند که اینا به نوعی وابسته به ایالات متحده امریکا است. حالا ببینید افغانستان یک کشوری است که 100% مسلمان هست. ولی در نهایت از لحاظ موقفگیری دینی دولت اسلامی افغانستان قطعا نمیتونه مستقلانه تصمیم بگیره. به این شکل کشورهایی که در جهان عرب هست به نوعی حالا شما مصر را میبینید یک کشوری که بسیار قدامت تاریخی در جهان اسلام داره و یک محور اصلی دیروز و امروز در جهان اسلام بوده و هست ولی از این قطعنامه زیاد نه تنها که استقبال نکرد و این را به نفع هم ندانست یک شیوه های دیگر هدف هم هست که جهان اسلام هم به نوعی در اختیار کشورهای غربی و کشورهای استعمارگر است و جهان اسلام یک مشکلی را که ما در جهان اسلام داریم امروز محوریت تصمیم گیری در جهان اسلام وجود نداره این پراگندگی جهان اسلام باعث میشه که اینا موقف گیری سیاسی متکی به آرمان ها و متکی به دستاورد ها یا متکی به مو گرایش هایی که با غرب دارن و شرق دارن با کشورهایی که عملا بازی های سیاسی را سپورت میکنن با اونها باید این بازی را سپورت کنن انجام بدن اینا مستقلان از جهان اسلام در این باره تصمیم گرفتن متاسف که نمیتونه تصمیم خب آنچه که مهم است در اینجا ایست که جریان مقاومت در فلسطین اینا به گونه یک چشم امیدی برای مردم فلسطین و جهان اسلام امروزه تلقی شده که اینا چندین بار هم که میخواسته رژیم اسرائیل از بین ببره ولی با تلفات بسیار سنگین انسانی و مادی نتانستن که جریان مقاومت از بین ببرن به نظر تا نقش جریان مقاومت و خصوص جنبش مقاومت اسلامی حماس اینا را در آزادسازی و یا به عبارت دیگر دورنمایی برای مردم فلسطین چگونه میبینید؟ یا بنیانگذار این جنبش که شیخ محمد یاسین هست و اینا وابسته به نوی با مو وابسته به سازمان اخوان المسلمین هستند یعنی اینها تقریبا با یک برنامه حرکت جهانی اخوان المسلمین یک سازمان هم شاخه ای از بله اخوان المسلمین فلسطین است بله شما میبینین که اخوان المسلمین جهان در برابرش قرار گرفت و این سازمان متلاشی کرد چنین سازمان برنامهش یک برنامه بیداری اسلامی و حتی بیداری جهان بشریت بود که هر انسان جایگاه خودش باید در میان مردم تعریف بکنه و این جنبش و این سازمان خیلی ضربات مستحکمی در مرحله های از تاریخ خورد و شیوه های جنگ حماس هم باید با روال جامعه تغییر میکرد به این معنا که باید حوادث جهان ای باید زیر نظر می داشت در نظر می داشت و با شیوه های دیگری وارد عرصه مبارزه می شد و اینها متحد نیستن جنبش هایی که در فلسطین هستن و اینا نتونستن با کشورهای دیگری همسایه و کشورهای جهان به نوعی متحد شدن تا منافع مشترکی را از لحاظ اقتصادی سیاسی تعریف بکنن و اینها مظلوم واقع شدن و واقعا مظلوم واقع شدن از هر دروازه اینا صدمه می بینن بیان کشورهای عربی هم از اینا کمتر پشتیبانی میکنن الله شاه شما بعد ارتباطی ترکیه ببینید سوریه ببینید فقط در مسجد دعا میکنن که خداوند مجاهدین فلسطین پیروز داشته باشه ولی خب این دعا میتونه یکی از ابزارهای موفقیت بوده باشه ولی خب ما مسئولیت جهانی داریم مسئولیت انسانی داریم تکلیف های شرعی داریم ما در این صورت جهان اسلام کاملا مقصر میدانم که این سرزمین مقدسی است و در نهایت مسلمان ها در اینجا محکوم هستند و اینها سرزمیناشون غصب میشه و دیگر اینا یک چارچوبی برای زندگی و حیات مشترک در میان یهود و مسلمانان باید ایجاد میکردن جهان اسلامی را خیلی به سادگی میتونست که از طریق سازمان ملل متحد و از طریق کشورهای همسایه بالاخره یک چارچوب یک مکانیزمی را اینا تعریف میکردن که تا حد اقل وضعیت جنگی کنار میرفت و مردم آزادانه به زندگی خودشان ادامه میدادند. بله جناب آقای خسرو در دقایق آخری برنامه هم قرار داریم به عنوان جمع‌بندی و یا نتیجه گیری مبحث اگر بپردازیم که خب سرنوشت مردم فلسطین چی میشده باشه آیا به همین شکلی
اشغال و جنگ و قتل و کشتار و خونریزی باید به پیش بروایایی که اکثری از تعاملات سیاسی که شما هم به او اشاره کردین باید تن به تن و یایی که گزینه آخر هم و گزینه مقاومت است که اسرائیل هم شاید جز پذیرش دیگر چیزا هم نداشته باشه. دیده است که جریان فتح هم به هر اندازه ای که معاملات سیاسی را انجام میده ولی باز هم به بنبست میرسه، هم مردم فلسطین ناراض شده و هم از طرف دیگر اسرائیل هم متر سلی را که با اینا در میان گذاشتن امور هم به جای نرسیده ولی هر وقت داره مردم فلسطین هم ضربه و زیان میبینن. کوتاه‌ترین راهی که مردم فلسطین و جنبش های اسلامی خصوصا که برای منافع مردمشون مبارزه میکنن و کوتاه‌ترین راهی که میتونه اینها را به سر منزل مقصود برسانه همانا اتحاد و وحدت حرکت های اسلامی است در قدم اول. دومین عنصری که میتونه اینها را برجسته بسانه ایجاد یک دیپلماسی قوی منطقوی و جهانی است که اینها باید بدانند که کیها به نفعشان است و کیها به ضررشان است. اینمی قطعنامه میتونه یک محور تصمیم گیری در ابعاد مختلف برای مردم های فلسطین بوده باشه. اگر دیپلماسی فعال اینا ایجاد بکنن هم کشورهای اسلامی را به نوعی میتونن قناعت بدن، هم کشورهایی که رقیب یک دیگر در سطح بسیار بالایی هستند میتونن با یک طرفی از اینها به نوعی سازگاری از لحاظ منافع اقتصادی از لحاظ منافع سیاسی ایجاد بکنن. در این صورت اینا میتونن که حتی در دولت رژیم اسرائیل هم تا کنون دولت فلسطین یا در سرزمین فلسطین هم یک دولت به رسمیت نشناخته، اونا هم یک طرح جنگ و بجز از برنامه جنگ چیزی دیگری هم در دستور کار خود ندارن. شما ببینید که اینمی جنگی را که ما افغانستان با پاکستان داره حالا به شیوه های مختلف فرقی با اسرائیل و فلسطین نمیکنه، او با یک شیوه دیگه ای با شیوه دیگه، همه اگر از ماهیت فکر کنیم یک چیز است. ما هم مشکلی که با پاکستان داریم ماهیتا این مشکل هنوز بررسی نکردیم که چی مشکلی ما با پاکستان داریم که مشکل حل بکنیم. مشکلی که فلسطین با اسرائیل با فلسطین داره همین مشکل اسرائیل با فلسطین داره، همین مشکل فلسطینی ها با اسرائیل دارن. همین میکانیزم های تعریف شده ای که در نظر گرفته شوه ما متیقین هستم اینم قطعنامه 1999 را باید بپذیرن. خب با کمی تفاوت میتونن که تغییراتی در او بیارن. در قطعنامه 1999 خب این سرزمین ها را باید کلن اسرائیل باید برای فلسطینی ها باید بسپاره، ولی من متیقین هستم که این نمیتونه کاربرد یعنی بیت المقدس شرقی را باید پایتخت فلسطین باید بپذیره. یعنی به هر صورت راههایی وجود داره، یعنی راههایی وجود داره که هم منافع اسرائیل اینجا در نظر گرفته شوه هم منافع کشور فلسطین. این بستگی به این داره که بازم میگم تا زمانی که اطلاعات هر دو طرف از لحاظ منافع و از لحاظ همون نقطه هایی که اینها را به درگیری مواجه می سازه و خودگذری هایی که وجود نداشته باشه مجبور است که فلسطینی ها وقتی که شما بحث صلح هم مطرح میکنین شما نمیتونین که آنچه که شما میخواین به دست بیارین. قطعا شما زمانی که یک کشورهایی را صلاحیت میدین که میانجیگری بکنه و بالاخره این پروسه را به آخر برسونه و شما نمیتونین که هر آنچه که شما میخواین او قسم این عمل بکنه، ما باید در پروسه صلح خیلی چیزا را دست بدیم و طرف مقابل هم باید خیلی چیزا را از دست بده، ولی آنچه که میتونه تاثیرگذار باشه اون نیروی سالیسی است که میان این دو کشور یا میان این دو پدیده یا دو میان این دو جریان متخاصم اون میانجیگری میکنه و با یک دیپلماسی قوی میتونه این مشکلی این دو کشور حل بکنه. ما بازم تکرار میکنم که این بستگی به یک دیپلماسی قوی اولا مردم فلسطین داره و بعد از اینکه اینا جهان اسلام متقاعد بسازن و بعد از اینکه کشورهای پیرامونی را متقاعد بسازن و در نهایت سازمان ملل متحد متقاعد بسازن تا با مبنای به اصطلاح میکانیزم های تعریف شده بتونن این مشکلات در یک روشنایی حل و فصل بکنن. بسیار خوب، بسیار زیاد تشکر میکنم از حضور شما در این بحث و برنامه. تشکر، زنده باشید. تشکر از شما. بینندگان عزیز، بخش گفتگوی برنامه امت در همین جا پایان پذیرفت. جزئیات دیگر برنامه امت را لحظات بعد میبینیم. در این بخش از برنامه امت یکی از شخصیت‌های جهان اسلام را به معرفی میگیریم که با هم تماشا میکنیم. در این بخشی از برنامه امت یکی از شخصیت‌های جهان اسلام را به معرفی میکنیم که با هم تماشا میکنیم.
امام ابوبکر باقلانی، باقلانی ابوبکر محمد ابن طیب ابن محمد ابن جعفر ابن قاسم بصری بغدادی، معروف به باقلانی یا ابن الباقلانی، متوفای شنبه 22 ذوالقعده 403 در بغداد، از بزرگان متکلم اشعری و از حامیان بزرگ عقاید اهل سنت بود. در بصره به دنیا آمد و در آن شهر بزرگ شد و از علمای بزرگ و محدثان و فقهای آنجا که در آن زمان از مراکز مهم فرهنگی و علمی عالم اسلام بود، علم کلام و فقه و حدیث و تفسیر را فرا گرفت. قاضی ابوبکر باقلانی تحول عظیمی را در مکتب کلامی اشعری به وجود آورد و راه قبول مکتب اشعری را آنچنان جذاب و معقول نمود که غالب خیرتگرایان به مکتب اشعری متمایل گردیدند. باقلانی بیش از هر دانشمند دیگری در قضایای عقلی و مسائل کلامی تحقیق نمود و کتاب نوشت. این چهره درخشان مکتب اشعری و مذهب شافعی در اوج درک و فراست و آگاهی از ریزکاری های روانشناسی، نهایت عزت نفس و متانت و وقار و سنگینی را از خود نشان داده است. فرمان روای کم نظیری مانندی از دوله دیلمی به عنوان سفیر ایران باقلانی را به دربار روم فرستاد و به هنگام حضور در دربار ناگاه مشاهده کرد که دری ورودی به محضر امپراتور را عالیمن و آمیدن به گونه کوتاه ساختند که هر وزیری یا ندیم و سفیری که قصد ورود داشته باشد باید به سبب کوتاهی آن در با حالت رکوع در برابر امپراتور ظاهر گردد. باقلانی به محض دیدن آن در بدون اینکه چیزی شنیده باشد فورا فهمید که جریان از چه قرار است و برای اینکه یک دانشمند مسلمان و پیرو قرآن دچار چنان حالتی از خفت و خاری نشود، فورا چرخ دو پشت به امپراتور با حالت رکوع ظاهر گردید و فورا قامتش را راست گردارید و آنگاه چرخید و در حال قیام به امپراتور سلام کرد. باقلانی تألیفات بسیاری داشته و احمد سقر در مقدمه اعجاز القرآن در حدود 55 اثر از تألیفات او را نام برده است که البته بیشتری آنها در دست نیست و ما در اینجا به ذکر آنچه به گفته مؤلفان جدید شریحاری او در کتابخانه های جهان موجود است اکتفا میکنیم. التمهید مهمترین کتابی که از او در دست و متضمن آرای کلامی و استدلالات او بر این آرا و عقاید است. کتابی التمهید دو بار به طبع رسیده است، باری اول در قاهره در 1947 میلادی با مقدمه عبدالهادی ابوریده و محمود خزیری که از روی نسخه ناقص پاریس چاپ شده است. اعجاز القرآن، اعجاز القرآن که چندین بار در قاهره به چاپ رسیده است و چاپ منقحه آن با مقدمه در شرح حال باقلانی و تألیفات او به قلم سید احمد سقر در سال 1954 در قاهره صورت گرفته است. الانصاف، الانصاف فی اسباب الخلاف در علم کلام که در سال 1369 در قاهره به طبع رسیده است و به گفته احمد سقر همان رساله الحره است. الانتصار لصحة نقل القرآن والرد على من نحله الفساد بزيادة أو نقصان. هداية المسترشدين والمقنع في معرفة أصول الدين. مناخب الأئمة ونقض المتاعين على سلف الأمة. از کتب دیگر باقلانی که در ترجمه حالی او ذکر شده است اکنون در گنجینه های فهرست شده جهان اثری دیده نمی شود. اخبار هفتگی جهان اسلام آماده این نشر است، با هم میبینیم. استاد مهدی عاکف، رهبر سابق جنبش اخوان المسلمین در مصر که اکنون در زندان رژیم کودتایی این کشور به سر میبرد، در وضعیت بد بهداشتی قرار دارد و پس از وخیم شدن وضعیت صحیش به یک بیمارستان نظامی در شهر قاهره منتقل شده است. استاد عاکف یکی از کهنسالترین زندانیان سیاسی در جهان است که پس از کودتای نظامی در مصر بازداشت شده است و اکنون در بستر بیماری قرار دارد.
یک بانوی آلمانی در شهر مشهد جمهوری اسلامی ایران به دین مبین اسلام مشرف شد. این بانوی آلمانی پس از آشنایی با همسر مسلمان خود به دین اسلام علاقمند شد و به این دین گروید. نادیا درباره تشرف خیش به دین اسلام گفت: من دانشجوی رشته مددکاری اجتماعی در دانشگاه استونی بودم و با آشنایی با خانواده های ایرانی و نیز سبک و رسوم آنان به دین اسلام علاقمند شدند. این بانوی مسلمان بیان کرد: اسلام دین بسیار زیبا و ارزشمندی است که من قصد دارم با محتوا و بسیاری از مفاهیم آن دست یابم تا بدین روش بتوانم یک مسلمان حقیقی در جامعه باشم. و ای عنوان کرد: دعای همیشگی بنده برای تمامی مسلمانان این است که خداوند آرامش و صلح را روزی آنان قرار داده و در زندگیشان نمایان سازد. بنیاد مطالعات اسلامی روسیه با همکاری مرکز مطالعات شرق شناسی وابسته به آکادمی علوم روسیه اقدام به انتشار کتاب مسلمانان در امپراتوری جدید روسیه نمودند. در راستای توصیف و تشریح اهمیت جایگاه و موقعیت کنونی مسلمانان در تاریخ معاصر روسیه، بنیاد مطالعات اسلامی روسیه و مرکز مطالعات شرق شناسی وابسته به آکادمی علوم این کشور با همکاری انتشارات صدرا اقدام به کتاب مذکور کردند. این کتاب مشتمل بر مقالاتی است که توسط نویسندگان و فیلسوفان برجسته بر رشته تحریر درآمده است. مسلمانان در تاریخ جدید روسیه یکی از مقالاتی است که در این کتاب گنجانیده شده و توسط دکتر ولادیمیر بوبرونیکوف، رئیس بخش تحقیقات علمی مؤسسه فلسفه، نگاشته شده است. این کتاب در نظر دارد از وضعیت کنونی جامعه مسلمانان روسیه اطلاعات قابل فهم و صحیح را به خوانندگان روسی و غیر روسی ارائه دهد. انتشارات صدرا در روسیه یکی از مؤسسات اسلامی فعال می باشد که تاکنون کتب زیادی پیرامون اسلام و مسلمانان چاپ و منتشر کرده است. مسجد بزرگ شهر کولنبورگ هالند در آتش اسلام حراسی و اسلام ستیزی سوخت. مسجد این شهر شب گذشته تامه حریق شد و به باور مقامهای پلیس و جامعه مسلمانان این آتش سوزی عمدی بوده و توسط افرادگرایان صورت گرفته است. بلافاصله پس از شروع آتش سوزی مشکوک، زبانهای آتش تمام ساختمان مسجد را فرا گرفت و خسارات اساسی به بنا و امکانات موجود در آنجا وارد آورد. مقام های پلیس این شهر با ورود به این موضوع تحقیقات خود را آغاز کردند. این مسجد که دارای باغ و درختان بسیاری است، حدود 9 ماه پیش توسط انجمن جوامع اسلامی هالند خریداری و وقف مسجد گردید. شایان ذکر است اسلام حراسی و اسلام ستیزی طی سالهای اخیر در کشور هالند رشد نگران کننده ای داشته است و از مجموع 27 مسجد این کشور 19 مسجد آن هدف حملات اسلام ستیزانه شدند. همچنین از سال 2015 میلادی تا کنون بیش از 140 مورد گزارش هتک حرمت مسلمانان و حمله به آنان به ثبت رسیده است که تنها 46% آن مورد تعقیب قانونی قرار گرفته و منتهی به مجازات عاملان این حملات شده است. به مناسبت تقارن میلاد حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و نیز برنامه میلاد حضرت عیسی علیه السلام از سوی مسیحیان، همایش با عنوان مسیح و محمد در مرکز همایش‌های کاور روم برگزار شد. این همایش با حضور متفکران از مسیحیت و مسلمان و با هدف تقریب و تفاهم ادیان و مذاهب برگزار شد. در این مراسم که با حضور نخبگان فرهنگی و مذهبی ایتالیا برگزار شد، خانم هانیه ترکیان با عنوان یکی از صاحب نظران حوزه اسلام و مسیحیت تنها سخنران زن این همایش بودند و سخنان ایشان مورد استقبال زیاد حاضرین قرار گرفت. خب بینندگان عزیز، این بود داشته های برنامه هفتگی امت که در همین جا به پایان رسید. تا امت دیگر، همه شما را به خداوند یکتا و توانا می‌سپارم. خدا نگهدار شما. تهیه شده در تلویزیون نور.